درود به همه دوستان و عزیزان. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان بنویسید صدا اوکی هست لطفاً. صدا هم عالی. درود به همه عزیزان. درود بر شما. درود. ببخشید امشب یه 20 نیم ساعت دیر شد، اونم دلیل داشت، چند تا تلفن بود که باید صحبت میشد. نمیدونم، دوستان همیشه میذارن سر لایف، یادشون میفته که باید زنگ بزنن صحبت کنن. درود به همه عزیزان. خب امروز شنبه 13 یا 12 تاریخ برای من خیلی با گل معروف، فکر میکنم 12 یه تصویر برای دو شب. بله امروز شنبه 12 اسفند ماه 2582 شاهنشاهی ایرانی. یه تبریک به ملت آگاه ایران. این همون چیزی بود که همیشه من تو رستاخیز سیمرغ اعلام میکردم و میگفتم ما مردم باید به یک جایی برسیم که خودمون خودجوش، یعنی ذات خود ایرانی ها به خرد و آگاهی برسه. و دلیل اینم اینه که از پای منبر رسانه ها و پای منبر منبریان بلند شویم. وقتی بلند بشی از پای منبر متوجه میشی که چه قدرت زیادی داری، چه آگاهی خوبی داری و چجوری میتونی مسائل رو به قول معروف تحلیل کنی و به نتیجه برسی. خب شکست بزرگ اهریمن 57 عجب شکستی خورد علی خامنه ای و دار و دسته اراذل اوباش 57. فکر نکنید فقط علی خامنه ای بود شکست خوردار، نه، این شکستی که شما امروز در خیابونهای ایران با چشمتون دیدید، این شکست انگلستان، آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل، ایتالیا، فرانسه و بقیه شرکای 57 بود. این شکست اینها بود دوستان. شاید بعضیا فکر کنن علی خامنه ای شکست خورد. نه. شکست در حقیقت مربوط به سناریوی 57 بود. و پاسخ بسیار بسیار خوبی ملت ایران دادن. من الان برخلاف اراذل اوباش جمهوری اسلامی و رسانه‌های اینور آبیشون که منبعاشون سوراخن، من میخوام چند تا ویدیو رو از منابع خود جمهوری اسلامی با هم دیگه ببینیم، بعد برگردیم سراغ برنامه، ببینیم حالا بعد از این شکست اهریمن 57 چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و سناریوهای بعدی چیه. بریم چند تا ویدیو ببینیم. از یه ویدیو ببینیم از خبرگزاری ایسنا. آقا منبع خبرگزاری ایسنا دیگه، هم ایسنا، هم فارس، هم تسنیم، هم یکی دوتا خبرگزاری خود جمهوری اسلامی که خیلی تلاش کردند پرشور نشون بدن حوزه های خرسازی جمهوری اسلامی رو. و دوستان بشمارید دیگه، بیاید با هم دیگه بشماریم ببینیم چند تا اینجا اقدس و فاتی کمانده وجود دارن. اینجا عراقه دوستان، یکی از حوزه های خرسازی. اولا اینجا تصویر رو نگاه کنید، آدم هایی رو که شما اینجا میبینید اینا مردم نیستن دوستان. نگاه کنید اینا مردم نیستن، اینا یه سری فاتی کمانده و اقدس هن که از قضا و اتفاقا در این بیمارستانی که حالا کردنش محل رای گیری، اینا کارمندان اینجا. نگاه کن و بشمرید، میتونید بشمرید. بذار از اولش بشمریم ببینیم چند تا اقدس اینجا. خب 1 2 3 4 5 6 7 این دو سه تا که مال خودشونه، نگهباناشونه، 8
اینم که نگهبان، اینم که نگهبان، اینم که نگهبان، اینم یکی نه. نه نفر. در عراقی که بالای 1 میلیون خورده جمعیت داره، 9 نفر در صف وایسادن. نگاه کنید. هی همین تصویر خودش برمیگردونه. و جالبه، برخلاف سالهای گذشته و دورهای گذشته که سعی میکردن تصویر از هوا بگیرن و از زمین بگیرن و از پشت سر بگیرن و رو دور تون بگیرن، هیچ کدوم از دوربین ها دنبال ادامه صف نرفت، چون صفی وجود نداشت. چون صفی وجود در عراق نزدیک 1 میلیون خورده جمعیت 9 نفر. حالا بریم ویدیوهای بعدی. آقا اینا منابعش مال خودشه، جمهوری اسلامی سایبری، اینا منابع خودتونه. آقا فکر نکنید اینا ضد انقلاب درست کرده، نه اینا منابع خودتونه. نگاه کن صف طولانی در مسجد انقلاب، نگاه کنید، بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخونده 10 11 12 13 14 15 16 نفر با دست اندرکاران تا اینجا. خب 17 18 19، این بچه ها که اصلا حساب نیستن، نه جزو قذورات هم، 19 20 21 22 23 24. خب این هم جمع عرازل و باششونه، 25 26 27 28 29 30، 31. مسجد انقلاب. اگر شما بزنید توی گوگل، توی یوتیوب، همین مثلا مسجد انقلاب رو در دوره دوره قبل‌تر از طبیله شورای اسلامی برید نگاه کنید، متوجه ریزش حتی امت همیشه در صحنه هم خواهید بود. اینجا رو نگاه کنید، ساحل دریای خزر، دریای کاسپیان، رفتن ماهیگیران. خدا ببین چقدر خوبن اینا، برگردی چقدر خوبن اینا، این جمهوری تروریستی اسلامی رفته ماهیگیرایی که بیچاره ها اونجا لنجاشون نمیدونم بخواستن منم ماهی بگیرن، اینا رو برداشته آورده میگه بید رأی بدید در کنار ساحل دریای کاسپیان. بشمونیم ببینیم چند نفرن. ببین دوربین اونورتر نمیره، دوربین اونورتر نمیره که شما ببینی هیچ کی دیگه پشتش نیست. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. آقا اینو، این ویدیو ضد انقلاب نیست، این سایت، الان بهتون میگم سایت خبرگزارشم کیه. نگاه کن 8 نفر، نگاه، نگاه کن. خب حالا ببینیم خبرگزاریش کجا بود، منبعش کجاست. خبرگزاری فارس، اینا، این ویدیو خبرگزاری فارسه. حالا بریم یکی دیگه، بزنید صدا اینو خفه کنم، بریم یکی دیگه، یه چند تا از اینجا رو نگاه کنید. اینجا حسینیه گشاده، حسینیه گشاد که جمهوری اسلامی خیلی روش مانور میده، حسینیه ارشاد. بشمرید دوستان و بعد برید ویدیوهای چند دوره قبل رو هم نگاه کنید تا اینجا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، حالا با اقدسا و ماموراش. خب 10 11 12، اینایی که پشتش کونشون به این وره، اینا همه مامورای حراستن. آقا اصلا جمهوری اسلامی خیلی باحالی تو، اصلا حالی بالیوود باید بیاد پیش شما لنگ بندازه با تمام این اینا. خبرگزاری تسلیمه، این خبرگزاری تسلیمه. سایبری یا نهید بگید صفه نمیدونم بنگلادش آوردیم برای شما نشون میدیم، خبرگزاری خودتونه، من اصلا از منابع خودتون استفاده میکنم. اینو کار دارم، اینو بذارید باشه، اینو باش کار دارم، اینو حالا برمیگردم بش. خب نگاه کن خبرگزاری تسنی، او جمهوری اسلامی چقدر هوادار داری خدا وکیلی. نگاه 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 اینجا 2 نفر رفتن به جمهوری اسلامی دارن رأی میدن، یکی این که داره میره، یکی هم نمیکی بالاه. آقا
اینا رو من از این برابر نمیوردم ها دوستان. ببینید خبرگزاری تسنیم ها اینا ها، ببینید خبرگزاری تسنیمه تو توییتر، بذار زوم کنم نگاه کنید خبرگزاری تسنیم. بله یعنی ببین، یعنی جمهوری اسلامی کارش به کجا رسیده که با هلیکوپتر داره تو بیابونها آدمهایی که امروز اومدن بیرون اینا رو شکار میکنه، خبرنگار میفرسته بوده برو باش مصاحبه. عجب داستانیه، عجب داستانیه. بریم حالا یه ویدیو دیگه ببینیم. صفحه پاش بوشهر، اونایی که بچه های بوشهرن یا بوشهر رفتن میدونن یه بخشی داره به اسم گمرک، که گمرکی ها اونایی که توی گمرک کار میکنن لباس فرم دارن، معمولا لباسشون مشخصه. رفته بوشهر این گمرکی ها رو آورده، بیچاره ها رو، حالا اونایش که فرار کردن که هیچی، اونایی که دیگه گیرشون انداخته، در یک بوشهر چند صد هزار نفری رفته یه سری آدم رو آورده، بعد ابله یادش رفته که حداقل این کت شلواراشونو بگی در بیارن. خب با لباسای معمولی بیان، اگه میخوای بگی مردمن، اگه میخوای بگی مردمن که نمیتونه همه با کت شلوار و لباس اداری اومده باشن که، آخه ابله. اینا خبرگزاری تسنیم گذاشته، نگاه کنید. بذار بزرگش کنم، نگاه کن ببین اینا همشون کارمندای گمرک. نگاه کن ببین همه کت و شلوار لباسای فرم، میبینید همه لباسای گمرک، لباسای اداره گمرک. اینا کیان؟ این 7-8 نفر آدم، اینا کسانی هستند که کار قاچاق سپاه تروریستی پاسداران در گمرک رو انجام میدن. همه کت شلوار صف طولانی بوشهری های عزیزم. عجب، ببین نگاه کنید، بشمرید دوستان وجدان خودتون، بشمرید نگاه کن، همه لباس فرم. ببین اون عقبی ها، اون بیچاره ها، اینا هم اینا که کشتی رو نظافت میکنن، نگاه کن اونا هم یادشون رفته لباس فرماشون رو در بیارن. ببین خاک بر سرت جمهوری اسلامی، خاک بر سرت جمهوری اسلامی، خاک بر سرت جمهوری اسلامی، که انقدر دیگه تشت رسواییت افتاده که اصلا دیگه نمیدونی چیکار کنی. خب بریم یه ویدیوی دیگه هم ببینیم از یک خبرگزاری دیگه. اینی که باش کار دارم الان، خب با این دوتا کار دارم بسه. بقیه یه ویدیو هم که خودتون در فضای مجازی دیدید، اونایی که مردم منتشر کردن، اصلا دیگه نیازی به پخش نیست دیگه. اینایی که من براتون نشون دادم اوج شرکت مردم ایران در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی بود. وجدانم بزنید توی یوتیوب، اگه دوستان هستن یکی بزنید توی یوتیوب، مال دو دوره قبل، سه دوره قبل حسینی ارشاد و ویدیوشو گیر بیاره، برای من توی تلگرام بذاره که من بذارم دوستان ببینم. ولی بزنید وجدانم نگاه کنید، ببینید حتی امت همیشه در صحنه جمهوری اسلامی بعد از اون حرکت تروریستی کرمان که خود جمهوری اسلامی زد یه سریاشون رو به دیار گافرستاد، اونها هم متوجه شدن بازی چیه، و این بسیار بسیار جای خوشحالی داره. یعنی وقتی یک مردمی، یک ملتی که تا 3-4 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش، حداقل یک بخشی از جامعه طرفدار این حکومت اهریمنی بود، حالا شما در یک دوره بعد، دو دوره بعد میبینی عملا اون امت همیشه در صحنه، یعنی حتی نتونستند سربازان پادگان ها رو بیارن توی صف، حتی نتونستند معلمین رو مجبور کنن بیان توی صف، حتی نتونستند پرستاران رو بیارن، حتی نتونستند رفتگرهای شهرداری ها رو بیارن توی صف، خیلیه این، حتی نتونستن بسیجی ها رو بیارن توی صف، حتی نتونستن اون 4-5 میلیون شناسنامه ای که داده بودن به همتباران آریانای ما یا افغانی هایی که وارد ایران شده بودن، حتی نتونستن اونها رو وارد صف کنن.
خب این چی داره به من تو ایرانی نشون میده؟ این داره نشون میده که خیلی ها قبل از این انتخابات، قبل از این سیرک، الان دو تا براتون میذارم. تلویزیون های نگهدارنده جمهوری اهریمنی مثل رژیم اینتر آشغال و بی بی سی و امثال هم، یا افرادی مثل حمار ملکی، عمار ملکی، پسر ایران ستیز بزرگ محمد ملکی، اومدن یک نظرسنجی هایی رو گذاشتن و گفتن جمهوری اسلامی 37-40% در این دوره شرکت میکنن. خود جمهوری اسلامی نه ها، اپوزیسیونش اومد نظرسنجی گذاشت و اعلام کرد و دادادردور کرد که بین 35-40% مردم شرکت میکنن. و تا امروز هم اگر نگاه میکردید توی این اپوزیسیون، همیشه میگفتن که جمهوری اسلامی یک اقلیت خوبی رو پشت خودش داره. امروز ما میتونیم با جرأت اعلام کنیم جمهوری اسلامی رو میتونید اسمش رو بذارید رژیم نیم درصدی. رژیم نیم درصدی، بله جدی میفرمایید، رژیم نیم درصدی، یعنی 99.5% مردم و یک رژیم نیم درصدی. حتی نتونستن اراذل اوباش خودشون رو وارد صحنه کنن، نتونستن که اونها هم متوجه بازی شدن. خانواده پاسداره متوجه بازی شده، خانواده نیروی انتظامیه متوجه بازی شده. آقا 450,000 در فقط در ارتش 450,000 پرسنل وجود داره. 450,000، این 450,000 رو با خانه و با همسر و یه دونه فرزندش که حساب کنید ببینید چه رقمی میشه. همین رو بیایید در سپاه و بسیج هم خلاصه کنید. اگر نیروی نظامی زیر دست جمهوری اسلامی تابع فرمان جمهوری اهریمنی تروریستی بود، شما امروز باید شاهد حداقل 10 تا 15 میلیون آدم می بودید. اما همه رو که سرهم کنی با همه فتوشاپ هایی که جمهوری اسلامی گذاشته، با همه دستکاری ها، با همه ویدیوهایی که از صف نونوایی و صف گوشت و صف مرغ و همه رو اومده میکس کرده، همه رو که حساب کنید 1,000,000 نفر در کل ایران شرکت نکردن. 1,000,000 نفر در کل ایران شرکت نکردن. شیخک پاسدار حاج سعید قاسمی گلپایگانی، به مادرت سلام برو برسون. دردت چرا گرفته؟ من که دارم از منابع خودتون پخش میکنم، من که دارم مال خبرگزاری فارس و تسنیم مال خودتون رو دارم پخش میکنم، ویدیوهایی که خودتون پخش کردید. ها؟ حالا گفتم همیشه کمپوزیسیون به داد جمهوری اسلامی میرسه. دو شب پیش رژیم اینتر آشغال میاد یک نظرسنجی رو مثلا پخش کنه و یک آدمی رو میاره که این آدم بیاد توضیح بده این نظرسنجی چه به قول من عدد و ارقامی نشون میده و چه قشری رو در نظر میگیره. اولا قبل از اینکه اینو پخش کنم براتون، میگه که خب بین 30-35% نظرسنجی نشون میده که مردم شرکت میکنن. و جالبه که بهتون بگم در تلویزیون اپوزیسیون جمهوری اسلامی در ظاهر میاد میگه اونهایی که باسواد هستند، اونهایی که باسواد هستند و شعورشون میرسه به جمهوری اسلامی رأی میدن، اونهایی که سواد ندارن و کم سوادن به جمهوری اسلامی رأی نمیدن. متوجه شدید؟ یعنی 99.5% مردمی که در انتصابات جمهوری اسلامی شرکت نمی کنن، از نظر تلویزیون رژیم اینتر آشغال نادان، بیسواد، ناآگاه و جاهل هم. و این 700-800 نفری که در 700-800 هزار نفری که در کل ایران به جمهوری اسلامی تروریستی رأی دادن، آدم های باسواد، باشعور، تحصیل کرده و فهمیده ای هستن. خبرگزاری تسلیم نه ها، خبرگزاری فارس نه ها، رژیم اینتر آشغال اپوزیسیون. نگاه کنیم اینو با هم.
حالا شما از این تلویزیون ایران ستیز انتظار دارید که عرب اوره و شمسی کوره رو نیاره به پهلوی حمله کنه؟ یه همچه انتظاری دارید؟ 30% از ایرانی ها در حال حاضر از عمل کرده مدرسه فعلی رضایت دارن و بچه هم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ما برای بررسی بیشتر مهمترین مواردی که در این نظرسنجی رو این دو روز میشه. برای خانه این نظرسنجی مؤسسه استاسیس در هفته آخر بهمن انجام شده. حجم نمونه‌ای که داشتن 1264 نفر بوده از افراد بالای 18 سال در شهر و روستای سراسر ایران نظرسنجی انجام شده و همونطور که در گزارش هم بود 34% مشارکتیه که پیش بینی میشه از طرف این نظر مؤسسه برای انتخاباتی که برگزار میشه و در واقع گفته شده که 30% از ایرانی ها در حال حاضر از عملکرد مدرسه فعلی رضایت دارن و دو تا مورد خیلی مهم توی این نظرسنجی بهش پرداخته شده و مهمترین نکته که خود این مؤسسه هم برش انگوشه تاکید گذاشته اینه که یک نسبت معکوسی وجود داره بین تحصیلات مشارکت کنندگان یا در واقع پاسخ دهندگان به نظرسنجی با شرکت در انتخابات، به این معنا که هر چقدر که تحصیلات دانشگاهی افراد کمتره مشارکتشون هم در انتخابات کمتره و این برخلاف روندهای قبلیه و این در واقع از دیده این مؤسسه در تحلیلی که کردن گفتن خب این خیلی مشابهه و منطبقه با تحلیل‌هایی که از اعتراض‌های سال 96 به بعد وجود داشته که گروه‌های حاشیه‌ای و کم برخوردار در واقع در مرکز اعتراض‌ها بودن و اونهایی که تحصیلات دانشگاهی نداشتن فاصله شون با حکومت و تمایلشون به رأی دادن بیشتر بوده و توی این نظرسنجی هم برای این انگوشه تاکید گذاشته شده و اون کسایی که در واقع تحصیلات دانشگاهی داشتن و در این نظرسنجی شرکت کردن 40% گفتن که در انتخابات شرکت میکنن، در صورتی که افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی گفتن که 31% شرکت میکنن. متوجه شدید دوستان؟ یعنی این جانوران مثلا مهران رجوی و داریوش ارجمند و این آتاشخالای جمهوری اسلامی آدمای باسواد و با فرهنگ و با شعوری هم که شرکت میکنن، ملت ایران که شرکت نکردن آدمای بیسواد و نادان و ابلهی هم، به همین سادگی. و 34% در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت میکنن. یعنی حالا اینو داشته باشی، جمهوری تروریستی اسلامی از قبل زمینه ها رو میچینه، 34 35 37 38 در اپوزیسیون، اینا اپوزیسیون میگه جمهوری اسلامی نمیگه، بعد خود جمهوری اسلامی هم میاد میگه خب اینا که 37 38% چه گفتن مردم هم باور کردن دیگه، اپوزیسیون گفته. جمهوری اسلامی هم میاد اعلام میکنه میگه 68.5% در انتخابات شرکت کردن. در حقیقت جمهوری اهریمنی اسلامی 0.5% از واجدین شرایط هم بهش لبیک نگفتن، 0.5%. حالا بریم یه آشغال دیگه، معمار جمهوری اسلامی، معمار ارسالی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون کی؟ این مادر قهبه محسن سازگارا. اپوزیسیون داره این حرفو میزنه، دقت کنید، جمهوری اسلامی نمیگه، اپوزیسیون داره میگه. اینجوریه که جمهوری اسلامی تا الان مونده سر جاش. محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو با ما، چرا انقدر حساسه برای مشارکت در انتخابات آقای خامنه‌ای؟ والا ایشون به نظرم سه تا دلیل داره. دلیل اول این که پارسال خب کشیده ای از مردم خورده و میدونه، خودش بهتر از همه میدونه، سنجش افکار وزارت اطلاعات اصلا برای ایشون تهیه شد که فقط 7% مردم طرفدار این حکومت هست و شکاف بزرگی بین مردم و حکومت افتاده. میخواد که و میدونم که مردم نمیان رای بدن، اینا رو داره میگه برای اینکه بعد که میخوان عدد بسازن، تقلب کنن، بگن آقا فرمودن و مردم هم استقبال کردن و این شکافو، بلکه بیشتر از همه برای اون 7% که طرفدارشن بتونه بفروشه که نترسیم مردم هستن هنوز و پشت ما هن. و بعد همون که امروز تو همین صحبتش گفته به دنیا بتونه بگه که درست پارسال مردم علیه من بودن و همه دنیا خب از مردم ایران پشتیبان کرد، ولی ببینید این مردم مثلا از ما پشتیبان کرد و این عدد رقمی که احتمالاً پیش بینی هم میشه یه چیز دور و بر 60% بسازن عدد، و چون من از رو حرف آقای وحیدی وزیر کشور میگم
و بعد بگن که خب بله دیگه ببینید اینه دیگه مردم علی رغم همه تحریم ها و نارضایتی و بعد این رای رای به نظام با از این حرفایی که همیشه میزنن. چرا به نظرتون برای اینکه اگه واقعا هدفشون یک کم پرشور تر کردن انتخابات هست یک ذره فضا رو باز نکردن؟ یادم رفت اون دلایل آقای خامنه این هم بگم که چون خبرگان هم داره انتخاب میشه و به احتمال زیاد این خبرگان مشتبه رو باید به تخت بشونه و از حالا هم زمزمش رو شروع کردن. نگاه نکنیم بعضی آمدن میگن یعنی آقا مخالفه و اینا، آقا از این مخالفت رو زیاد کرده علنی ولی پشت کار خودشونو کردن. من میخواد بگه که این پسر من اگه به تختم نشست اکثریت مردم رأی داده بودن به اون مجلس که این انتخاب کرد. اما چرا به اصطلاح این بازی رو در میارن و چرا آقای خامنه ای اینطوری الان به جزا و فضا افتاده و این کار رو میکنه؟ من فکر میکنم بیش از هر چیزی این جواز همه عدد سازی است برای دستن در کارهای خود حکومت و اینی که رد میکنن همه رو و هیچی رو نمیذارن تو خبرگان که هیچ ریسکی نمیکنن که مبادا یه نفر ولو وزیر اطلاعات قبلی بوده باشه یه چیزی بگه که بازی رو به هم بزنه. تو مجلس شورا هم ببینید نظامای توتالیتر به این مرحله که میرسن، به قول خانم هانارنت مرحله سومشونه که اکثریت ملت مخالفن، ناچار میشن قاعده هرم قدرت رو هی تنگتر کنن، هی کوچیکتر کنن و کسایی باشن که مطمئن باشن دست کم بهشون وفادارن اون دیکتاتور. در نتیجه به همین دلیل دیگه نه فقط تو اصلاح طلب ها و نمیدونم اعتدالیون و اینا، بلکه حتی تو خود اصولگره ها هم حذف کردن. یه دلیل دوم هم داره این دوره آقای فرزاد خیلی مطرحه که فساد هم خیلی نقش بازی میکنه. سمبولش هم به نظر من دو تا سردار فاسد هم قالیباف و صادق محسودی در رأس ظاهرا دو جریان، دو تا سردار میلیاردی و میگن پاره کرسی های مجلس هم پولکی شده، الان شهرهای کوچیکتر میتونی شما پول بدی از اسم تتو بزد کشور در بیارن. بنابراین دیگه طبیعتا این ماجرا رفته اصلا خاطی اون باندهای مافیایی و فساد کشور. ممنونم از شما محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مد... درجه شدیم؟ اینو کسی داره میگه که اپوزیسیون جمهوری اسلامیه، در همون تلویزیونی که دارن رأی سازی میکنن. حالا این که گفته بود قبلی که گفته بود 34%، عمار ملکی اومده نظرسنجی گذاشته گفته 38% مردم در انتخابات شرکت میکنن. اپوزیسیون ها در ظاهر البته، ولی ابزار دست خود جمهوری اسلامی، ارسالی های خود جمهوری اسلامی. بنابراین شکستی که جمهوری اسلامی خورد با همه عدد سازی ها و با همه شامورتی بازی ها شاید بتونه یه بخش کوچولویی از اون باقی مانده امت رو فریب بده، اما اتاق فکر و تئوریسین های مافیای جهانی رو نمیتونن. میدونید چرا؟ چون این مافیا و این بیزینسمن ها در سطح بین الملل اینها روی سنت حساب میکنن و روی حقیقت، یعنی روی موجودی حساب میکنن. شما وقتی میخوای با مافیای جهانی کار رو انجام بدی میگه اونی که داری بذار وسط، چی داری؟ من چی ببینم؟ من رو وعده و وعید و حرف عمل نمی کنم، ریسک نمی کنم. چون اگه میخواستم بکنن که مافیا نمیشدن که، بیزینسمن نمیشدن که. پس این نوع تبلیغات در از سوی اپوزیسیون که 38%، 40%، 25% برای اینه که علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بیاد راحت بگن 68%، 60% مردم شرکت کردن. اینو برای مصرف داخلی من و تویی که شاید همچنان متوجه بازی نباشیم میتونن بفروشن، اما در سطح بین‌الملل به هیچ عنوان اینها خریدار نداره. یه مطلبی که در یکی دو تا لایو قبلی هم گفتم این بود، خود علی خامنه‌ای اقرار کرد، اینها ویدیوشو دارم، خود علی خامنه ای اقرار کرد گفت این انتخابات چون دنیا و سیاست مداران چشمشون به این انتخاباته و براش خیلی مهمه. نگاه کنید اینو بشنمیم به دقیقه، این همال خبرگزاری فارس. آقا منبع خودتون ها شاکی نشید بیاید بگید اینا جعلیه، ادیت کردن، فوتوشاپ کردن، این همش مال خودتونه.
اینم سایت خبرگزاریتونه، اینم ویدیو علی چلاق. ببین چی میگه. چرا؟ برای اینکه باید انتخابات انتخابات پرشور باشه، باید پر جمعیت باشه. چرا؟ برای اینکه حضور مردم پای صحنه، پای صندوق رأی، نشانه حضور ملت در صحنه‌های مهم اداره کشوره. این برای کشور ثروت بزرگی است. ما اگر بتوانیم به دنیا نشان بدیم که ملت در صحنه‌های مهم و تعیین کننده کشور حضور دارند، کشور رو نجات دادیم. جمهوری اسلامی رو نجات دادیم. تموم شد. انتخابات. اگر بتونه جمهوری اسلامی به دنیا بفروشه که ملت همچنان امت هستن، جمهوری اسلامی رو نجات داده. اگر نتونه، جمهوری اسلامی فاتحش خونده است. چند تا سند، چند تا فکت. فرض کنید شما یه دونه از کمپانی های چین هستی، کمپانی های مادر در چین، و میخوای با جمهوری اسلامی قرارداد ببندی، قراردادهای کلان هم ببندی، نه اینکه بهش سود برسونی یا استعمارش کنی، و به هر حال باید یه شیتیلی هم به اینها بدی دیگه. حالا همون مافیای چین یا اون کمپانی مخبر داره، خبرنگار داره، جاسوس داره، مهره داره، همون بهش میگه دیگه رو جمهوری اسلامی نمیتونی سرمایه گذاری کنی. به شرکت شل میخوای بگی شرکت شل شما تشریف بیارید، نمیدونم توتال شما میتونید بیاید توی ایران، تو میدان گازی نمیدونم شمال ایران میتونی استخراج کنی. خب اون شرکت شل یا توتال یا هر شرکت دیگه‌ای نگاه میکنه میبینه این حکومتی که الان سر کاره، 90% مردم هم حامیش نیستن. من شل یا من توتال بیام سرمایه گذاری چند ده میلیاردی بکنم، فردا تک، چون حالا بهتون میگم دلیلش چیه، تقی به توقی بخوره، اینا برن، پول من به هواست و قرارداد من باطله. چون روی اسب مرده بیزینسمن ها و کمپانی ها هرگز حساب نمی کنن. هرگز حساب نمی کنن. چون اگه میخواستن این کار بکنن که حال روزشون این نبود که، بعضشون اینجوری نمیشد. یک پیامی که سیرک امروز جمهوری اسلامی ناخواسته به دنیا مخابره کرد اینه: یک ملتی به شدت عصبی، به شدت ناراحت و به شدت آماده انفجار نشسته در کمین. یک ملت دیگه بحث یک اقلیت و پابرهنه ها و حاشیه نشین ها و فقیران و کودکان کار و اینها نیست دیگه. صحبت یک ملت، وقتی تمام سازوکار و تشکیلات و دم دستگاه جمهوری اسلامی، حتی رهبر الدنگش روزی 4 وعده میاد سخنرانی میکنه و از مردم میخواد که به حجون مادرتون، توی ویدیو آخرش داره میگه دیگه، میگه در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. همینجا که رفته بود خودش رأی داده بود، میگه پیامت چیه به مردم حضرت عظما؟ میگه که در کار خیر حاجت هیچ گونه استخاره نیست، یعنی جون مادرتون بیاید به من رأی بدید یا به ما رأی بدید. وقتی یک حکومتی با پول، با زور، با تهدید، با همه این ابزارهای اپوزیسیونی و رسانه‌ای خودش نتونست 90% جامعه رو اضافه کنه به اون 90% امتش، یعنی عملا این حکومت مرده است. و نقطه مقابلش یک ملت یک پارچه عصبانی آماده قیام یا آماده رستاخیز، و این ملت منتظر یه اتفاقی رقم بخوره. حالا حرف دارم، حرف چی داری دوست عزیز؟ من دارم صحبت میکنم، بیا ببینم حرف چی. این دوستمون بیاد بالا. خب حرف داری بیا بالا دیگه عزیز من. من که درخواست تو اوکی کردم، بیا بگو حرفتو بزن. درود به همگی. درود. بگو دوست عزیز. صدا من هست؟ بله هست. آقا امروز توی یکی از شعبه ها یه آشنایی داشتیم که
اونجا مسئول بود، البته خودش رأی نداده ولی خب رو اجبار مسئول بوده. بعد یه سری آدم ها اومدن از روش شماره ملی بعضی آدم ها، یعنی مثلا کسایی که اصلا اونجا حضور نداشتن یا واسه رأی گیری اصلا نرفتن، با استفاده از شماره ملی اونا رأی صادر کردن. گرفتی؟ بله بله چی شد؟ بله توضیح میدم، توضیح میدم از یه هم تقلبی هم امروز کردن که اصلا احتیاج مثلا به اون خودی مردمی تقلب و فهمیدن و گرفتن. خیلی ممنون که بستم، میرم پایین که حرفات میبینم. من پسر خوبی هم دوست عزیز میگی نیار بالا، من خیلی آدم دموکراتی هم جان خودم، از من دموکرات پیدا نمی کنی. درسته دشمن دموکراسی هم ولی آدم دموکراتی هم، یه کسی حرف داره نوشته حرف دارم بی بالا حرف تو بزن. حالا پس الان ما به یه جایی رسیدیم از دید مافیای جهانی و ملت ایران، عملا جمهوری اسلامی کارش تموم شده است. فرق نگاه ما مردم، یعنی خواسته ما مردم، با خواسته مافیای جهانی، یعنی نگاه ما دو تا نگاهه. نگاه ما مردم نگاه منافع ملی کشورمونه و نجات کشورمون، نگاه مافیای جهانی اینه که دیگه نمیتونه از این مهره هایی به نام جمهوری اسلامی استفاده ابزاری برای غارت ملت ایران رو داشته باشه. حالا برای اینکه همچنان بتونن پروژه هاشون رو ادامه بدن، همچنان بچاپن یا هر اتفاق دیگه بیفته، نه عزیز من گوشی شما مشکل داره، مافیای جهانی اینجا میره به فکر این که یک مردمی از بیرون نگاه میکنه، یک مردمی آماده رستاخیز، یک حکومتی به شدت در تنگنا، حتی تومون خودش رو نمیتونه بکشه بالا، و این مردم هر آن ممکنه بریزن بازی رو عوض کنن. بنابراین منی که صاحب میزم، یعنی مافیای جهانی، باید ترتیبی بدم که این بازی به نفع من تموم بشه، یعنی این مهره سوخته‌ای که 45 ساله ازش استفاده کردم رو خودم بذارمش کنار، به جاش یه مهره دیگه‌ای بذارم که این رستاخیز مردم ایران بیاد پشتوانه اون مهره من یا اون چیزی که من میخوام به نفع من بشه، کاری که سال 57 کردم، 45 سال تونستم نگرش دارم. حالا برای این کار در برنامه گذشته گفتم شما منتظر باشید بعد از این صحبت، بعد از این سیرک، علی خامنه‌ای احتمالا بیاد عرعر تازه‌ای خواهد کرد، چون خودش هم منتظر بود ببینه واکنش مردم محبوبیت یا مشروعیت رژیمش رو. حالا اومد دید و خودش صحبت هایی رو در آینده نزدیک خواهد کرد که شما بیشتر متوجه بازی خواهید شد. با بازی میکنیم موشکافی میکنیم. حالا این مافیا دنبال یک شبه انقلاب خواهد بود، شبه انقلاب که توی این شبه انقلاب هم خشم جامعه رو پشت سر خودش داشته باشه بیاره، هم جمهوری اسلامی رو بزنه زمین و هم بتونه آینده رو از آن خودش بکنه. و اینه که نه عزیزم من تصویرم تار نشد، حالا اگه تار شده دیگه ببخشید کارش نمیتونم بکنم، نمیدونم شاید مشکلش چیزی دیگه هست، و بتونه آینده رو از آن خودش کنه. شما در روزهای گذشته قبل از این سیر، چون میدونستم بازی چیه دیگه، میدونستم بازی چیه، قبل از این سیرک حملات بسیار بسیار زیادی به شخص پادشاه شد. حتی در همین تلویزیون رژیم تر آشغال یک ماده خر رو میارن در تلویزیون و شروع میکنه به تهمت زدن و توهین کردن به پادشاه. همین دو شب پیش و قبلش قومی کلا و قبلترش تجزیه طلبا و دیگران رو. شما فکر میکنید دلیل این چی بود؟ گفتم در برنامه گذشته دولت آمریکا با جمهوری اسلامی مشغول مذاکراتی هستند که در باقی مانده دولت بایدن بتونن پوست اندازی جمهوری اسلامی رو انجام بدن. حالا در دولت بعدی هر کسی که در آمریکا میخواد بشه، این جریان 57 چی شد؟
یک نماینده دموکرات، یک رئیس جمهور دموکرات به اسم کارتر حکومت پادشاهی ایران سرنگون میکنن، جمهوری اسلامی رو میارن، بلافاصله بعدش یک جمهوری خواه میاد به اسم ریگان و این ریگانه که در حقیقت بوتون آرمه میریزه پای ستونهای جمهوری اسلامی. کارتر جمهوری اسلامی رو آورد، اما جمهوری اسلامی بود که مثل یویو داشت میرفت. اون کسی که ستون جمهوری اسلامی رو محکم کرد آقای ریگان بود، رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا. حالا دقیقا الان میخوان همین پروژه رو رقم بزنن، در باقی مانده دولت بایدن این اتفاق رو رقم بزنن، بعد حالا رئیس جمهور بعدی، حالا هر کسی که هست، بیاد و شروع کنه با جمهوری اسلامی جدید یا با جمهوری ایرانی جدید یا با جمهوری فدرال جدید از نگاه خودشون وارد معامله و مذاکره بشن. کل جریان اینه. برای همینه که شما الان دارید این حجمه توهین و تهمت و افترا رو به شخص پادشاه میبینید. من همینجوری پرانتز باز میکنم. آقای امیرحسین اعتمادی، شما اصلا مزدور نیستی. من سعید قاسمی دارم میگم. اصلا مزدور نیستی، خیلی هم میهن‌پرستی، خیلی هم کارت درسته. اصلا پسر خوبی هستی. اصلا گی هم نیستی. دوست پسر سیاه هم نداری. خب؟ همه اینا. آقا یک وکیل، شما وظیفته یک وکیل بگیری از تلویزیون رژیم اینتر آشغال رسما به خاطر نشر اکاذیب و تهمت زدن به شخصیتی مانند رضا شاه دوم رسما شکایت کنی. اصلا وظیفه آقای احمد اویسی، آقای احمد جنتی خارج از کشور، شما وظیفتونه یک وکیل بگیرید از اون ماده خر و اون یکی ماده خر و تلویزیون رژیم اینتر آشغال رسما شکایت کنید. در قانون مطبوعات و در قوانین رسانه این حق رو داره وکیل شخص وقتی اسمش با عناوین جعلی میاد، توهین و تهمت بیمورد به کسی میزنن. شما میتونی از طریق، اتفاقا در انگلستان، اتفاقا در چند وقت پیش یک کسی رفته بود بی بی سی رو سو کرده بود، شکایت کرده بود و بی بی سی علاوه بر عذرخواهی مجبور شد خسارت هم به اون شخص بده. بزنید تو گوگل متوجه میشید. آقای امیرحسین اعتمادی، آقای احمد اویسی، شما وظیفتونه از شخص پادشاه پدافند کنید و از تلویزیون رژیم اینتر آشغال و اون دوتا ماچه خر رسما شکایت کنید. چون دیگه بحث پادشاه نیست، اصلا بحث رضا شاه دوم نیست، بحث بود یا نبود یک کشور 85 میلیونیه. اینی که شما رسانه بذاری دوتا ماده خر رو بیاری و شروع کنن حمله به رضا پهلوی که تو پاسداری و با آقا، کسی که خودش زیر خواب اصلاح طلبان جمهوری اسلامیه، قومی کلاودار و دستش، این میاد بهش پادشاهی که اصلا در بودن جمهوری اسلامی نبوده، در ایران هیچ نقشی نداشته، جمهوری اسلامی اومد که این نیاد، اینو شما وابسته میکنید به سپاه پاسداران در تلویزیون. خیلی مهمه. و آقای امیرحسین اعتمادی و احمد اویسی، وظیفتونه، یه بار دیگه میگم، وظیفتونه از رژیم اینتر آشغال، از اون دوتا ماچه خر رسما شکایت کنید. و وقتی هم شکایت کردید، اون دوتا ماچه خر باید مدارک اراجیفی که به پادشاه گفتن رو به دادگاه ارائه بدن. مگه نمیگید ایران پرستید؟ مگه نمیگید من مزدورم؟ مگه نمیگید ارتش سرلی مزدوره؟ مگه نمیگید شما یاران پادشاه میهن پرستید؟ خیلی خب آقا، این گوی این میدان، یه وکیل بگیرید، هزینه‌اش هم اگر نداشتید بدید، مردم میدن. به همین رستاخیز سیمرغ بگیرید، بگید ما خودمون اعلام میکنیم، مردم کمک میکنن، هزینه‌شو میدن. یه وکیل میگیرید، از اون دوتا ماچه خر شکایت میکنید. ببینیم این کارو میکنید؟ نه. چرا نمیکنن؟ چون تمام این مهره ها دستشون توی یک کاسه است. اینو من بارها و بارها توضیح دادم، دست اینها در یک کاسه است و هدف همشون هم
حفظ جمهوری اسلامی، در نهایت تغییر جمهوری اسلامی یا تحول در جمهوری اسلامی به اسم جمهوری ایرانی یا جمهوری فدرال. و هیچ کدوم اینها پادشاهی خاک نیستن، هیچ ایران دوست هم نیستن. وظیفه ما چیه؟ زمان لایو. ای خدا، نه دارم، هنوز وقت دارم، حالا میرسم به وظیفه ما. پس چند تا پیام امروز داشت. پیامی که به من و توی ایرانی داره میده میستیر که شکست جمهوری اهریمن اسلامی، به من و توی ایرانی داره میگه تو تنها نیستی. شاید در قیام گذشته، در رستاخیز 1401 خیلی ها نیومدن بیرون، بعضی ها مشغول کاسبی بودن، بعضی ها مشغول فلان بودن، اما امروز کارت به جایی رسیده، به جایی از استخون رسیده که حتی خودی هاشون هم بر علیهشونن. پس اگر وارد بازی بشی، مارکس یعنی ماده خر، نمیدونم، اگر وارد میدان بشیم، این بار همه با هم وارد میشیم. این بار تماشاگر نداره رستاخیز ملت ایران. استارتش بخو ماچه خرمون دوست عزیز، کاشانی ها به ماده خر میگن ماچه خر. این بار، حالا ول کن دیگه این جریان ماچه خره دیگه، این بار تماشاگر نخواهد داشت رستاخیز، همه درش شرکت میکنن. مطلب دومی که به ما میگه، چیزی دیگر به عنوان نیروی محافظ جمهوری اسلامی وجود نداره، حتی سپاه تروریستی پاسداران هم دیگه از جمهوری اسلامی حمایت نخواهد کرد. یعنی خیلی خوبی تو علی خامنه‌ای، خیلی خوبی. اولا که این علی خامنه‌ای نیست دیگه، شما فکر کنید یه آدم 84 ساله از من 42 ساله صافتر و راستر داره راه میره، اونجایی که نیاز داره به مردم توهین کنه و فلان اساشو میگیره به عنوان پیر فرزانه، اونجایی که به قول یارو گفتنی باید شق و رق خودشو نشون بده، امروز توی مسجد حسینیه کجا بود، اصا هم دیگه نمیگیره دستش، از اون یارو گوریله پشت سرش رئیس دفترش گلپایگانی هم تندتر میره. یه آدم 84 ساله که طبیعتا آدم وقتی به این سن میرسه کلا وقتی داره راه میره بریک میزنه یا قیقاج میره، علی خامنه‌ای نه. عجیبه عجیبه. خب معلوم نیست بدبخت کی گور به گور شده، آره یه اسکاری رو گذاشتن جاش به اسم خامنه‌ای. به هر حال جمهوری اسلامی در این وسط دنبال اینه که خودش پوست اندازیه رو زودتر انجام بده، دولت‌های آمریکا و اروپا و رفقا هم کمکش کنن که یک اتفاقی در جمهوری اسلامی بیفته، پوست اندازی بیفته، همه هم دست حمایت و دست مشروعیت بهش بدن و خشم مردم رو سرکوب کنن، یک شبه انقلاب صورت بگیره و برنده این شبه انقلاب هم مافیای جهانی باشه. برای همینه گفتم حمله به پادشاه زیاد شده، حمله به ارتش سری زیاد شده، حمله به میهن پرستان زیاد شده. در عوض آدم‌های جدید با لباس‌های جدید در نقش اپوزیسیون مثل پشگل زیاد شده، از داخل و خارج داره میریزه. همین ماده خری که دارم بهت میگم، این تا دیروز زیر مربی تیم ملی میخوابید و زیر مربی اون میخوابید و زیر مربی این میخوابید، حالا اومده واسه ما شده پاتان رو از روی گردن ملت ایران که میخواهن انقلاب کنن بردارید. عجب. بعد از کی دفاع میکنه؟ از تجزیه ایران، از کسی که شلوارشو که بکنی پایین در کونش آرم جمهوری اسلامی رو خورده. بله، کاری که ما باید بکنیم دوستان، یکی این که حواسمون خیلی جمع باشه، مخصوصا بچه های ارتش سری، حواستون فوق العاده جمع باشه. هر آن، یعنی بعد از یکی دو روز آینده علائمش میزنه بیرون، هر آن ممکنه یک انفجاری صورت بگیره. اما هسته اولیه این انفجار مدیریت شده است، دست خود جمهوری اسلامیه. ما باید بازی رو از دست اینها در بیاریم.
مهمه ها، بازی رو باید از دست اینها در بیاریم. بازی رو چجوری میتونیم در بیاریم؟ آقا 99 و نیم درصد مردم در سیرک جمهوری اسلامی شرکت نکردن، یعنی گفتن ما چی نمیخوایم، گفتن ما جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوایم، چه اصلاح طلبش، اصولگراش، انانگوش، هیچشو نمیخوایم. حالا زمانش رسیده که اون 99 درصد بیان بگن چی میخوان. این مهمه. حالا باید بیاید بگید چی میخواید. دیگه بیای بگید توی خیابون مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر کوفت و مرگ بر زهرمار، بازی رو باختی. باید بیای بگی حالا ما چی میخوایم و این چی میخوایم. اگر بهتون گفتن دموکراسی، اگر گفتن آزادی احزاب، اگر گفتن فلان، دوستان این کد واژه ها برای خرید زمانه. ما میخوایم انقلاب کنیم. انقلاب با دموکراسی نمیشه دوست عزیز من. انقلاب با آزادی احزاب نمیشه دوست عزیز من. انقلاب با من بمیرم تو بمیری نمیشه. انقلاب با رقابت نمیشه. انقلاب یک موج محکمی میخواد که میدونه چی میخواد، یعنی از نقطه صفر تا نقطه حداقل پنج رو میدونه چی میخواد. و در فردای رفتن جمهوری اسلامی باید کشور رو به دست بگیره و در اون زمانی که کشور رو به دست گرفته، که اتفاقا حساس‌ترین زمان برای بگار رفتن یک انقلاب اون زمانه که حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده، حالا قراره یک حکومت جدیدی بیاد رو کار، یه دولت موقت تشکیل میشه، یه سری آدم ها میان، یه سری آدم ها به اسم احزاب و فلان میان. این نقطه نقطه بسیار خطرناکیه. برای همینه که سالیان ساله در همین رستاخیز سیمرغ اعلام کردیم آغاز سرنگونی جمهوری اسلامی، ایران باید عملا در اختیار ارتش ایران قرار بگیره، در اختیار ارتش ایران، و این ارتش ایرانه که میتونه اوضاع رو کنترل کنه، ایران رو جمع و جور کنه، همه چیز رو آماده کنه برای یک انتخابات آزاد. و توی این برهه یا این دوران حزب و حزب‌بازی و مجلس مؤسسان و دست خر و امثال هم، یعنی فریب. آقا ما کاری نداریم با کشور فرانسه چجوری انقلاب کرده، ما چیکار داریم با کشور آمریکا چجوری انقلاب کرده، با کشور کیا چجوری. آقا ما ملت ایران گرفتار ویروسی هستیم، ویروس سرطانی هستیم که وجب به وجب خاک کشورمون رو آلوده کرده و این بیمار نیاز داریم نجاتش بدیم. و نجات دادنش با روانکاوی و روانشناسی و نمیدونم بحث های فلسفی و همسال هم اتفاق نمیفته. با یک تیم ضربتی، با یک سیستم منظم، با یک سیستم دارای دیسیپلین و با یک سیستم نظامی ما میتونیم ایران رو نجات بدیم. در سیستم نظامی عبدالله معتدی و دار و دسته جایی ندارن، مریم تروریست و دار و دستش جایی ندارن، حسن شریعت مداری صدقه خور دار و دستش جایی ندارن، تجزیه طلبان جایی ندارن، اصلاح طلبه جایی نداره، اصولگرای مخفیه جایی نداره. سیستم سیستم نظامیه. مثال رو همیشه زدم، وقتی یک شهری در همه جای دنیا وقتی زلزله میاد، اولین نیرویی که میره برای کمک و برای نجات به اون منطقه نیروی نظامیه. اولین نیروی که میره نیروی نظامیه. چرا؟ چون شرایط حاد، موقعیت اورژانسیه و باید یک ساختار نظامی فرمان بردار از یک مرکز وارد عمل بشه تا بتونه کارها رو به خوبی انجام بده. میاد مریضا رو بیرون میکنه، آدما رو از زیر آوار در میاره، فلان میکنه فلان میکنه، اوضاع رو آروم میکنه، بعد حالا بقیه جریان ها وارد بشن. ما الان نیاز به این داریم و این در دموکراسی با نام دموکراسی دوستان نمیره، نباید انجام بشه. بشه بدبختی، بشه لوی جوریگر رو کردن تو پاچمون، بشه جریان عراق رو کردن تو پاچمون،
بشه اهریمن 57 رو دوباره کردن تو باچمون. حکومت نظامی توسط ارتش شرایط رو آروم میکنه، عرازل اوباش جمهوری اسلامی دستگیر بشن، مافیاهاش خوش بشه، پولها تحت یک نظام قانونمندی جمع و جور بشه، وارد خزانه مملکت بشه، و بعد همه این کارها که انجام شد، شاید یه سال، شاید دو سال، شاید پنج سال، شاید ده سال، شاید مثل دوران رضا شاه 16 سال باید بشه، چون ما چیزی نداریم که بخوایم بر پایه دموکراسی کار کنیم. شما امروز دیدید، شما برید در دورهای گذشته نگاه کنید. گذاشتم دیگه اون یارو نماینده سلماس که میگفت از وزیر بهداشت میخوایم اونایی که مردن بیستر کار، کسی که با یه گونی سیب زمینی با یه حلب روغن میتونه رأی بخره و در سیستمی به نام دموکراسی که آدمها به خاطر منافع شخصیشون چه یه میلیون، چه ده میلیون، چه صد میلیون رأی خودش رو میفروشه، یعنی رأی خودش رو نمیفروشه، سرنوشت تو رو داره میفروشه. دموکراسی یعنی همین. دموکراسی یعنی که من پول دارم، میام در استان مرکزی پول خرج میکنم، منو میکنن یک کاری، من میرم در اون طویله تصمیماتی میگیرم که منافع تو ایرانی رو به هدر بدم و میدم. اسمش دموکراسیه. یعنی شما وقتی میتونی با پول آدمهایی رو بخری که بیان بهت رأی بدن و با رأی اون آدمها سرنوشتی یک ملت رو معامله میکنی، این یعنی اسمش خیانت. و در دموکراسی این اتفاق میفته. کما اینکه خیلی دیدید الان توی استانهای مختلف، توی شهرهای مختلف، طرف میاد با 200,000 تومان، با 500,000 تومان رأی میخره، شناسنامه میخره. یه خر قیمتش 30 میلیونه، اما با 500,000 تومان میاد آدم میخره بهش رأی بده. پس نظامی که با 500,000 تومان میتونی جا به جاش کنی باید برینی توش. میشه همینی که الان در داخل ایرانه. بنابراین دوستان آماده باشید هر آن ممکنه اتفاقات خوب یا بد بیفته. صحبت علی خامنه‌ای بعد از این جریان بسیار نکات کلیدی درش هست، من حتما در موردش صحبت میکنم. و بچه های ارتش سری هم، چون ما با دیگران که حالا اونایی که هر کاری میتونه میکنه دیگه، ولی بچه های ارتش سری خودتون رو آماده بذارید، به هیچ عنوان وارد صحنه نخواهید شد تا زمانی که اعلام بشه، تا زمانی که اعلام بشه، و زمانش رو خودمون در همین برگه رستاخیز اعلام میکنیم. دیگران هم که میخوام برن انقلاب کنن، خب برن بکنن دیگه. اگر هم اونها انقلاب کردن که ما براشون سوت بلبلی میزنیم. به هر حال یه بار دیگه شکست اهریمن 57 رو به همه ملت ایران تبریک میگم. و الان در حقیقت علی موند و یک طویله خالی از خر. قبلا اینجوری نبود، هنوز یه تعداد خر توی این طویله بود، اما الان امروز علی موند و یک طویله خالی از خر. خیلی دوست داشتم ارتش سری خیلی بیشتر، خیلی کارهای بزرگتری انجام داده بود، یا حداقل کارهای بیشتری، ابزارالات بیشتری بین بچه ها پخش شده بود یا میتونست پخش بشه، ولی خب نشد دیگه. ما هم زورمون رو زدیم و خیلی هم کار بزرگی کردیم، شاهکار کردیم، ولی میتونه قوی تر بشه، میتونه از الان به بعد هم قوی تر بشه، میتونه کارهای بزرگتری انجام بشه، چون ما یه فرصت بیشتر نداریم. ببینید اهریمن نیاز داره همیشه بازی رو ببره، ما ملت نیاز داریم یک بار بازی رو ببریم، و برای این یک بار بازی رو بردن باید هزینه کنیم، باید کار کنیم، شبانه روز باید بیدار باشیم. ولی نمیدونم، حالا امیدوارم دوستان نور شاهی یه تکونی به خودشون بدن، برگردن کاراشون رو انجام بدن، برگردن حمایت کنن و بذارن دست ما باز بشه، بتونیم بقیه کارهامون رو در داخل ایران انجام بدیم دیگه. این همه چیزیه که میتونستم بگم. بچه های استان سیستان و بلوچستان متاسفانه چند روزیه که شهرهای مختلف زیر
سیلاب درگیرن، گیر کردن مردم. ای کاش ارتش سری پارسال، نورشاهی پارسال بود در مورد زلزله خوی، همینان چقدر کمک کردن، چقدر هدیه فرستادن، چقدر کارهای خوبی انجام شد. ولی نمیدونم بتونیم برای بچه های سیستان و بلوچستان کاری انجام بدیم در این گرفتاری که الان درش درگیرن. میدونید که گفتم نزدیک نصف بیشتر استان سیستان و بلوچستان الان در زیر سیلابه و این هم میهنان به شدت نیازمند کمکشان هستن. امیدوارم بچه های شهرهای مختلف اگر خودشون میتونن کاری انجام بدن، هدیه ای بفرستن، لباسی، هر چیزی بفرستید برای سیستان بلوچستان. اگر هم پس این لایو من که زده 34 دقیقه، از اون موقع تا الان زده 34 دقیقه، یا خدا فکر کنم 2 ساعت شده. عجیبا این برگه اینستاگرام. در حال اگر هم دوستان تو نور شاهی دوست داشتن کمکی بکنن برای سیستان بلوچستان، میتونن اعلام کنن، اعلام آمادگی کنن، هستن بچه هایی که زحمت بکشن برن کارو رو انجام بدن، حالا خریدی، لباسی، لباسی، هر چیزی، مثل همون جریان خوی هستن دوستانی که برن این کار رو انجام بدن. بر سپاس از همه دوستان. لایو من رو 34 دقیقه قفل کرده، خدا به داد برسه، نمیدونم چند دقیقه شد. فعلا پاینده ایران جاوید شاه، دم ملت آگاه ایران گرم، و آقای امیرحسین اعتمادی و احمد اویسی، شما وظیفتونه از رژیم اینتر آشخال و اون دوتا ماده خر شکایت کنید. این وظیفه شماست و باید این کار رو انجام بدید.